نگرانی سازمان‌های بین المللی از افزایش سوی تغذیه ها در افغانستان، کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر از افزایش شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده که حمایت مالی برای نجات زندگی هزاران کودک بسیار مهم است. این نهاد در بیانیه گفته است که در آغاز امسال برآورده شده بود که حدود 2,900,000 کودک زیر 5 سال ممکن است در سال 2024 از سوی تغذیهات رنج ببرند. در بیانیه به نقل از جمعیت افغانی سرمیاشت آمده است که میزان سوی تغذیه در افغانستان بر اساس مواردی که تیمهای سی سیار و کلینیک های ثابت این اداره تثبیت می کنند سرسام‌آور است. تیم های سیهی سیار و کلینیک های ثابت جمعیت افغانی سرمیاش موارد هشدار دهنده سوی تغذیه حاد کودکان را ثبت نکنند، به ویژه در ساحاتی هستند که خانواده ها با بی‌ثباتی اقتصادی روبرو هستند. سوی تغذیهات اگر درمان نشود می تواند کشنده باشد و این بیانیه تاکید می کند که برای نجات زندگی این کودکان به اقدام های فوری نیاز است. همزمان با این گزارش جدید شاخص جهانی فقر چند بودی نشان می دهد که 70% از کودکان زیر 18 سال در افغانستان در فقر به سر می برند. این شاخص که به طور مشترک توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد و ابتکار فقر و توسعه انسانی دانشگاه آکسفورد منتشر شده نشان می دهد که افغانستان حدود 5,000,000 کودک فقیر بیشتر از بزرگسالان دارد. ولی در این اواخر چون سطح اقتصاد مردم یک کمی پایین آمده، درآمد روزانه یک چیز افزودی در مریضای سوی تغذیه به میان آمده، ولی تو یک حالتی نیست که کاملا از کنترل خارج باشه. یعنی ما بسترایی را که برای سوی تغذیه داریم دائم بسترای ما پر است که این ناشی از این میشه که اصلا سطح اقتصاد در جامعه پایین است. بر اساس این گزارش، محرومیت از آموزش و سوی تغذیه از عوامل اصلی فقر در میان کودکان افغانستان است. گزارش می‌افزاید که 52.3% از خانواده‌های فقیر در افغانستان با کودک زندگی می‌کنند که از حضور در مکتب محروم است و 44.2% از خانواده‌های فقیر با کودک زیر 5 سال که دچار سوی تغذیه است زندگی می‌کنند. در خانواده ما مشکلات ما این بود که پدرش بیکار بود، چون که پدرش سابق وظیفه داشت بیکار بود، تقاعد کرده بود، در خانه بود. دیگه وضع اقتصادی ما قدر درست نبود. برای ما خط دادن که شما شف میتونین شفخانه موسای وردک ببرین. ما وضعیت اقتصادی ما خوب نبود. این در حال است که رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان همچنان گفته است که ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده یک تهدید دوامدار برای مردم این کشور به ویژه کودکان است. پیش از این امارت اسلامی بارها گزارشات نهادهای بین المللی بابت افزایش فقر در افغانستان را نادرست و آن را اغراق‌آمیز دانسته است.